در ایران مقام های بهداشتی درباره مرگ و میر سه‌رقمی بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 و احتمال بروز موج پنجم کرونا در ایران هشدار میدهند و از شیوع گونه های جهش یافته ویروس کرونا در بعضی استان ها ابراز نگرانی می کنند. گزارش از مسعود ملک. بنا به آمار و ارقام رسمی، ابتلا به مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران سیر نزولی در پیش گرفته، اما مقام های بهداشتی چنین روندی را شکننده می‌خوانند. وزارت بهداشت ایران امروز یکشنبه از مرگ 303 نفر بر اثر کرونا در ظرف 24 ساعت خبر داد و گفت در همین مدت 11291 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در کشور به ثبت رسیده است. هرچند منابع مستقل درستی این آمار و ارقام را قابل تردید دانسته و میگویند آمار واقعی احتمالاً چندین برابر آمار رسمی است. یک عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا روز شنبه گفت مرگ و میرهای سه رقمی احتمالاً تا یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت. مسعود مردانی همچنین از شمار کماکان بالای مراجعه مبتلایان به بیمارستان ها خبر داد و گفت مردم اگر پروتکل های بهداشتی را به طور جدی رعایت نکنند، موج پنجم همگیری کرونا در ایران از راه خواهد رسید. در همین حال سخنگوی ستاد مقابله با کرونا نیز با اشاره به ده ها مورد ابتلا به گونه های جهش یافته ویروس کرونا در ایران، وضعیت شیوع گونه های موسوم به هندی و آفریقایی ویروس در استان های جنوبی و شرقی کشور را هشدار دهنده خواند. گفته می شود جزیره کیش مرکز واکسیناسیون پولدارهای ایران است. شمار مرگ و میر ناشی از کرونا در جهان به گزارش رویترز به بیش از 3.5 میلیون نفر رسیده و شمار مبتلایان از 162 میلیون نفر فراتر رفته است.